بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد. اللهم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله القرشية. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یکی از اعمال امشب این دعای به امام زمانه برای سلامتی امام زمان مکرر خوانده میشه. اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. افسوس که عمری هی اغیار دویدیم از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم.
تشنه لبن در لب دریا متحیر، آبی به جز از خون دل خود نچشیدی. ای حجت حق پرده ز رخسار برافکن. امشب همه امور از سه امام زمان غافل نباشه، یعنی به هر کی هر چی بخوان بدن او باید امضا کنه. سرش چیه؟ سرش اینه که واسطه اوست، رابطه بین ارض و سما مهدی است. فیض از فیاض علی اطلاق که میاد مستقیم ما قابلیت نداریم. مثال میزنم مثل نیروی برق که از کارخانه بیاد، یک برتقه بیاد به این لامپ، این لامپ منفجر میشه. این بین باید اون دستگاه ها بگیره تا تقسیم کنه به این واسط. اون فیض اوست، اوست که میگیره پخش میکنه و امضا میکنه. فلزا از او باید بخوایم، به هر که هرچه بدن واسطه اوست. به جدش امیر المؤمنین متوسل بشی، او باید امضا کنه. به سید و شهدا متوسل شی، او باید امضا کنه. به فاطمه زهرا متوسل شی، او باید امضا کنه. او امام حی و واسطه است. ای حجت حق پرده ز رخسار برافکن، از اجر تو ما پیراهن سب دریدیم. شمشیر کجد راست کند قامت دین را مولا. شمشیر کجد راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم. یا ابن همه بی حاجت هم صداش نزنی یا خجالت نکش، مولا تو صدا بزن. یا ابن حسن، خواهران بگن آقا رو صدا بزن. یا ابن حسن، یا ابن شاه آز گدایان درد، روی مگردان پسر فاطمه. شاه آز گدایان درد، روی مگردان بر درگهت افتاده. به صد گونه امیدیم بالله صعبان علینا ان تفارقنا و ان یغیب عنا وجه کالقمر طالت علینا
ليالي الانتظار وما يجلو النهار ولا بالصبح ينفجر. والأرض قد ملأت من جور جائرها. میگن ظلم که زیاد بشه آقا میان، این شاعر عرب میگه زمین و زمان پر شده آقا. والأرض قد ملأت من جور جائرها والظلم كالسيل نحو الخلق ينحدرون. فيا ربي عجل على الفرج المعود في الكتب وما به دلت الأعيان والزبرود. جان ما آمد از هجر تو بر لب بازار، روز ما بین که بود تیره تر از شب بازار. ای امید دل صدیقه کبرا عجل، میخوام دلت آماده شه امشب، میخوایم بریم برای خونه زهرا. امروز بارمون امشب کنار خانه فاطمه پایین میاد. اونایی که حاجت دارید بیدار باشید. ای امید دل صدیقه کبرا عجل، ویز و داینده غم از دل زینب بازا. حالا صدا بزن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن مکه رفت به شوق وصال صاحب الزمان. دیگه خسته شد، آمدن گفتن علی ابن مهزیار میخوایم بریم مکه. گفت امسال دیگه من حال ندارم، پیر شدم، موم سفید شده، آقام که نظری به ما ندارن. همون شب خواب دید پسر مهزیار، پشو بیا امسال خبریه وعده بشتده. صبح همه حجاج شروع کردن اومدن باراندن، جلوتر از همه علی ابن مهزیاره. ای تو که گفتی نمیام، گفت نه حالا میام. اما این سفر سفر خاصیست، چشماش باز کرده، گوشاش تیز کرده، قدم به قدم منتظره رفتن از راه کربلا. کربلا خبری نشد، نجف خبری نشد، رفتن سعودی عربستان. مدینه خبری نشد، رفت مسجد شجره، محرم به احرام حجۃ الاسلام. عمره تمتع لبیک در مسجد شجر خبری نشد. رفت مکه طواف، روزها شبها همه منتظر خبری نشد. احرام بس به احرام حج تمتع، رفت برای عرفات خبری نشد. منا اومد خبری نشد. در ایام تمام میشه، طواف حجش انجام داد، تقصیر کرد، از احرام خارج شد. روزهای آخر دیگه میخوان برگردن، خبری نشد. به این سادگی نیست.
اون روز آخر اومد تو هجر اسماعیل، نشست رو به خانه خدا، شروع کرد گریه کردن. خدا به خودم نمیدیدم امسال بیام، وعده شنیدم، خواب دیدم، با امید اومدم. خدا میدونی کلک نمیزنم، خدا میدونی با چه اخلاص اومدم. فقط یه حاجت دارم، یک مرتبه گل روی او رو ببینم. گریه 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 گریه، یک مرتبه یه نفر دست زد رو شونش، یا ابوالحسن، لقبش کنیش ابوالحسن، مازاتری چی میخوای؟ گو بی اختیار گفتم الامام المحجوب عن العالمین، امام محجوب عن العالمین میخوام. گو برگشت به من گفت امام محجوب، نه اشتباه میشه. ولیکن حجبه عملکم، عمل شما رو در حجاب کرد. او که در حجاب جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قمار ره بنشان تا نظر توانی کرد. او محجوبه، او مظهر لنورهیه، یهد الله لنورهی. گفت چی میگی شما؟ گفت پشو، روز وصال رسید، از طرف آقا آمدم ببرمت. پشو، خوش به سعادتت، خوش به سعادتت علی ابن مهزیان، خوش به سعادت اونایی که اینجوری زندگی میکنن، میان دنبالشو. گفت آمدم، انان اسبم رو گرفتم همراهش. بیا از این ور از این ور. دو تا قدم که اومدیم دیم در دشت وسیع است. من مکرر 20 سفر بیشتر اومدم، دشت اینجا نداره، همش سنگلاخ و تپه و کوه و ایناس مکه. گفت مقداری جلو رفتیم، وسط دشت سرسبز دیدم یه خیمه برپاس. گفت علی ابن مهزیار، میدونی اون خیمه کیه؟ گفتم کی؟ گفت اون خیمه قلب عالم امکانه، خیمه امام زمانته. بریم. گفت تا گفت خیمه آقا این پای من شروع شد. گفت اون گفت بیا، من قدم ور میداشتم، حالا انان اسبم گرفتم. گفت اینجا بیس. گفتم اسبم رو کجا ببندم؟ الله اکبر، این همه امتحان پسر مهزیار میشه بعد از 20 سال، حالا وسیله مادی، اسبم رو کجا ببندم؟ یه نگاهی بهش کرد، گفت اینجا جای این حرفا نیست، اسب تو رها کن، وسیله مادی اینجا نیست. خجالت کشید از این کلمش، گفت خجالت کشیدم. گفت من برم اجازه بگیرم. گفت تا برم اجازه بگیرم این بند تلفن من ریخت، نکنه حد من تو همین پشت خیمه است، دیگه اجازه ندارم داخل برم. بعضی از افراد صدای امام زمان میشنن، قابلیت رؤیت نیست، صدا رو وزن میشنوند، مثل محمد ابن عیسای بحرینی. گفت رفت و برگشت، گفت خوشا به سعادتت، فراغ به سر رسید، بیا. امام فرمود که داخل شد، پرده خیمه رو زد بالا. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. گفت یه نگاه کردم، با گریه سلام کرد، فرمود ما بتعبک عنا، کنا نتوقعک لیلا و نهارا. خیلی عجیب این جمله، یعنی چرا انقدر دیر اومدی؟ شب و روز من منتظرت بودم. گفتم آقا والله من راه و بلد نبودم، امسال این آقا اومد، ایشون دست من گرفت. او حضرت سرش پایین انداخته بود، با دست روی زمین میکشید، فرمود عجب
راک پر باز است ولیکن سه جمله است کمر انسان رو می شکن ولیکنکم کسرتم الاموال رفتی دنبال مال دنبال مهدی فاطمه کجا اومدی تو یه دعایی بهت بخوندی خیال کردی خیلی کار کردی نه کسرتم الاموال رفتی دنبال مادیات و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین فخر فروشی کردی بر بندگان اون ارتباطت با خلق بود اون وضع مادیت بود و چی دیگه کردی؟ و قطعتم الرحم الذی یجب علیکم صلته قریب بین عبارت مطلب سوم اهل قطع رحم بودید ای خودتو گرفتی ای با این قهرم با اون قهرم اینو ولش کن اونو ولش کن این چیه برای همه فخر فروشی کردی همه قهر کردی قطع رابطه کردی قطع رحم کردی برادر خواهر یه تلفن بر نداشتی میدی ماه مبارک رمضان اون باید اول زنگ بزنه ای بیچاره اگه اون زنگ بزنه که تو شکست خوردی خوش به حال تو که تو اول زنگ بزنی تو قدم اول برداری فرمود شما شده کارتون قطع رحم و مسائل مادی و فخر فروشی و غرق در این امور با ما دیگه کاری ندارید که گفت تا این جمله رو فرمود گفتم توبه 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 الاستقاله الاستقاله الاستغفار الاستغفار فرمود بله بله میدان اگر نبود این استغفار شما بعض کمل بعض کسی باقی نمیمون در این کره زمین مگر خواص شیعه ما اونهایی که فعلشون مطابق قولشونه اونا فقط اینجوره رسیدن بود خدا رو قسم میدیم که توفیقشو به همه ما عنایت کنیم شب قدر فرمود شب تغییر تقدیره میگن بعضی شب مقدرات تعبیر دقیق ترش اینه شب تغییر مقدرات شبی که خیلی کار میتونی انجام بدی یه خود اکوشو قد کن بگم این جملاتو دیگه فرصتی نیست تمام شد همین شب 19 هم میگفتیم انشاءالله شب 21 شب 21 هم میگفتیم انشاءالله شب 23 هم دیگه امشب بگذره تمامه دیگه خدایا در خانه تا آمدیم شب تغییره اگر ما دخالت در مقدراتمون نداشتیم به ما میگفتن برید بخوابید اونی که مقدرتون رو خدا تقدیر میکنه نه اثر داره تقدیر تغییر میکنه بله نمونه زیاد داریم و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه نمونه زیاده در قرآن تقدیر عذاب الهی برای قوم یونس بود یونس رفت ترک اولا کرد بهترین بود که میمان مقدم کرد قول عابد رو بر عالم اونم غضبش منشأ غضب نفس نبود اگه منشأ غضبش نفس بود که از پیغمبری خلع میشد او پیغمبر است او معصوم است منشأ غضبش خداست و ظنون اذ ذهب مغاضبا نه غضب غضب مادی و غضب عرض می شود که نفس نه مراحل اونا فوق این حرف هاست ترک اولا بود عالم گفت وعده عذاب شده ولی خدا خودش فرموده اگر شما گریه کنید توبه کنید انابه کنید خدا تغییر میده یا محل الله ما یشاء و یثبت چیکار کنیم؟
و این همه جمعیتی، بچه ها رو از مادرها جدا کنید، زنها یه طرف، مردها یه طرف، پیرمردها، بچه ها، جوانها، همه زجه بزنید. حتی در بعضی روایات داره که دستور داد حیوان ها رو بچه هاشون از همدیگه جدا کنید. حیوان ها رو هم جدا کردن، حیوان ها هم ناله می کردن، انسان ها همه ناله گریه، عذاب چون نازل می شد، نزدیک شد، یک مرتبه عذاب برطرف شد، تغییر شد تقدیر. امام صادق می فرماید قرار بود 400 سال بعد موسی بیاد، ولیکن بنی اسرائیل رجو و بکو 40 صباحا، اونقدر ظلم فرعون زیاد شد 40 شبان روز گریه کردن، 170 سال مقدم شد ظهور موسی. و کذالک انتم، فرمود شما هم اگر گریه و توبه بکنید، لفرج الله عنا، خدا فرج ما را نزدیک میکنه. بله، تغییر میدیم ما با عملمون، با دعامون، با توبه و انابمون. اینجور نیست که شب قدر بگه اون گلیم، هر گلیم کسی را چیه با چی سیاه نوشتن، چی میگن از این شعرهای عرض میشود که مزخرف لا طائر، نه چنین نیست، گلیم بخت کسی را سیاه ببافن، اینجور نیست. ما دخالت داریم در تقدیر خودمون. خدا اینجور نیست برای بعضی بد مقدر کنه، برای بعضی خوب مقدر کنه، نه. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا علی همدانی مثال میزد، این مثال خیلی گاهی مثال ها مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه. گفت دو نفر میرن پیش یه خیاط زبردست، لباس میبرن، میگن آقا این لباس برای ما بدوز، دو دست میخوان کت شلوار بدوزه. یکی یک جوانی رعنا، چارشانه، خوش هیکل، خوش اندام، یکی هم یک کسیست بیر مرد قوزیه، قوز رو کمرش داره. این خیاط برای هر دو میدوزه، خیاط همون خیاطه، پارچن پارچه یکی. ولی وقتی این دوتا از مغازه خیاطی بیرون میان، یکی لباس برازنده شه، یکی لباس میبینی خود کزی برش اومده، این مشکل لباس نیست، مشکل خیاط نیست، مشکلی قوزشه، مشکل هیکل خودشه. فرمود هیکل تو درست کن، قلب رو درست کن. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اگه این قلب رو شورزار کردی، اون باران که میاد این آیه قرآن، قرآن میگه وقتی آیه نازل میشد مؤمنین ایمانشون افزوده میشد، مشرکین و کفار و منافقین رجسن الی رجسهم میشدن. اون باران که میاد، این قابلیت چجوریه؟ این مهمه. منتها میشه نسیه کاری کنید. اون دفعه هم عرض کردم که از بزرگان مرحوم ملکی تبریزی میگفتن، گفتن نسیه کاری کنید با خدا. نسیه کاری یعنی چی؟ یعنی میگه خدایا اجالتاً امشب به من یه محبتی بکن، ما قول میدیم که دیگه در سبیل باشه، امشب شب قدره، من این شب از دست ندم، تو دستمو بگی، تو این قلبمو یه نظر بکن، تو این مس رو تبدیل به طلای نابش بکن، تو دستمو بگیر، منم انشاءالله سعی میکنم این حال و این عبادت و اینو نگه دارم، خرابش نکنم با غیبت و با تهمت و با معاصی و آلودگی ها از بینش نبرم. این مهم اینه، مهم اینه. در خانه اگر کس هست، یک حرف بس هست. ایام مظلومی امیر المؤمنین، بالاترین مظلومیت امیر المؤمنین شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهراست. امیر المومنین اصبر و صابرین عالمه. تا حالا دیده نشده
شنیده نشده، کسی خاری در چشمش خلیده باشه، استخوانی در گلوش گیر کرده باشه، به این حال صبر کنه 25 سال. فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. این علی صبور، این علی که در زیارت نامش میخونی السلام علیک یا اصبر الصابرین، سلام بر تو ای صبورترین صابران عالم. اصبر الصابرین. اما شب دفن فاطمه این کاسه صبر لبریز شد. فرمود قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق انها تجلدی به عین الله تدفن ابنتک سرا. من همون علی صابرم، اما اینجا دیگه کاسه صبرم را که ببینم شخصیتی مثل فاطمه شب قوس داده بشه، شب کفن بشه، شب به خاک سپرده بشه، این چه ظلمیست. لا یحب الله الجهر من القول الا من ظلم. سوء من القول از همه بده الا مظلوم. مظلوم اگر صدا بزنه. فرضا وصیت کرد علی جان بدن منو شب قوس بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار. فلا تعلم بهی احدا. امشب میخوام یه جایی ببرمت که خود امام زمانم عشق بریزه برای مادرش فاطمه. آقا جون امشب میخوام برای شما روزه بخونم، روزه مادرت فاطمه رو بخونم. تو این خانه امام زمان، این عاشقان امام زمان شب قدر بیایم کنار جنازه فاطمه اونجا عشق بریزیم، آماده بشیم برای قرآن به سر گرفتن. آقا وصیت رو عمل کرد، نیمه دل شب یه مقتصل درست کرد، بدن فاطمه رو آورد. اما چه بدنی؟ خودش فرمود سرت و کل خیال شبهی را، بدنی نمونده. اون شبه رو روی مقتصل گذاشت، اسما آب میریزه، علی بدن رو غسل میده، بچه ها ایستادن، امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم، آرام آرام عشق میریزن. بریزا برمان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته. همه امشب با امیر المؤمنین هم ناله بشید، اجر همه تون با امیر المؤمنین. بریزا بروان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته. اسما بریزا بروان تا من بشویم مخفی از دشمن، تنش از زیر پیران، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته. این آسناشونو تو دهان برده بودن، آرام آرام فقط عشق میریختن. با این چشمشون که انه و التماس میگردن یه دفعه دیگه مادر رو ببینیم. اسما میگه یه وقت دیدم آقا دست از غسل برداشت، سر به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند های های گریه کردن. آقا خودتون فرمودید آرام آرام گریه کنید. اسما تو زهرا بینی و من رو شه، هوایش رو مد نظر بگیرید، مریض زیاد داریم و اونا رو مد نظر بگیرید. اسما تو صورت بینی و
اسیری، تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته، تو میبینی زمان آه شبانه، نمیبینی تو جای تازیانه، یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو